بر شما بینندگان عزیز یاران و همراهان گرامی تلویزیون تیش شب شما بخیر در خدمت شما از هستیم در دقایق و لحظات پیش رو با یک دیگر از برنامه های روزانه و تحلیل مسائل و رویدادهای سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه مهمان گرامی برنامه امشب که در خدمت ایشون خواهیم بود و از تحلیل های ایشون استفاده خواهیم کرد عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران هستند جناب آقای شاهو فرازمند که به ایشون خوش آمد میگیم در ابتدای برنامه با سلام و درود به شما همچنین بینندگان عزیز تلویزیون تیش آیا من در ابتدای برنامه اجازه بدین از مسائل منطقه خاورمیانه آغاز کنیم و به خصوص از شمال آفریقا که سلسله جنبان خیزش های اخیر و اعتراضات مردمی اخیر بود که در سراسر خاورمیانه اخیرا فراگیر شده اگر اجازه بدین مروری داشته باشیم به مسائلی که در مصر و تونس ابتدا پیش اومد و خیزش هایی که در این کشورها شکل گرفت با استحضار دارین که با سرنگونی رژیم های مبارک و زین العابدین بن علی حکومت های انتقالی که بعد از اونها هم حکومت رو در دست داشتن نخست وزیران موقتی که توسط رئیس جمهورهای سابق نصب شده بودن آقای محمد الغنوشی در تونس و آقای نخست وزیری که احمد شفیق که در مصر توسط آقای مبارک منصوب شده بود ادامه اعتراضات مردمی منجر شد که اینها هم تغییر کنند و نخست وزیرایی از خود معترضین بیان روی کار فکر میکنید ادامه این وضعیت در کشورهای بخصوص مصر و تونس و به طور عامتر در کل خاور میانه روی کار آمدن رژیم های جدید و فروپاشی نظامهای های دیکتاتوری سنتی به طور کلی به کدوم مسیر منتهی میشه به سمت دموکراسی میره خاور میانه یا یعنی اینکه دیکتاتورها فقط جا عوض میکنن مثلا اونچه که در انقلاب ایران دیدیم یک دیکتاتوری سنتی رفت یک دیکتاتوری مذهبی جای اون اومد آیا میشه یه همچین سناریوی را در شمال افریقا و در کشورهای دیگر خبر میانه هم داشت برای جواب این سوال من باید بگم که باید وضعیت هر کشور رو مستقل و مجزا از بقیه کشورهای دیگر تجزیه و تحلیل کرد در واقع شرایط همه کشورها برای این تغییرات یکسان نیست ما در مصر و تونس شامل حداقل هایی هستیم که این حداقل ها لازمه یا پیش زمینه شکل دموکراسی در آینده هستند ولی خب باز هم اینها متضمن این نیست که صد درصد سیستم آینده منجر به دموکراسی بشه ولی خب امید در این کشورها برای تشکیل سیستم دموکراتیک بسیار بیشتر از بقیه کشورهای شمال آفریقا است چون در واقع ما اگه این دو کشور رو مثلا با کشورهایی همچون یمن و لیبی مقایسه بکنیم در واقع کشورهای مثل لیبی و یمن از زاویه توسعه اجتماعی در واقع از حداقل حد پارامترهای توسعه اجتماعی برخوردار نیستند و در واقع در یک فرماسیون اجتماعی عقب افتاده به سر میبرند اشیره هنوز هم این جامعه در واقع یک جوامع اشیره ای و از نظر سطح آگاهی در سطح بسیار پایین هستند و حد اقل هایی از فاکتورهای تشکیل دهنده در واقع جامعه مدنی که خب میدونیم که پیش زمینه شکلگیری دموکراسی هست و لازمه شکلگیری یک سیستم دموکراتیک هست در این کشورها وجود ندارند. ولی برعکس در کشوری مثل مصر یا تونس از نظر فرماسیون اجتماعی ما با یک فرماسیون اجتماعی تقریبا مدرن طرف هستیم سطح سواد و سطح تحصیلات در این کشورها بسیار بالا رفته استفاده از شاخص هایی همچون اینترنت و رسانه های جمعی بسیار در این کشورها بالا رفته و اون اه اه طبقه ای که در اصلاح به اون طبقه مدرن یا طبقه متوسط مدرن اجتماعی گفته میشه در این کشورها تشکیل شده و در واقع تشکیل این طبقه ها و شکل این طبقه در این درون در این جوامع زمینه بسیار خوبی رو برای شکلگیری سیستم دموکراتیک در آینده این کشورها فراهم کرده ولی در جریان یک انقلاب ما باید با این مسئله به این گوده برخورد بکنیم در واقع با چهار مرحله روبرو رو هستیم مرحله فروپاشی نظام های سابق است بعد از اون زمانی که خلاء قدرت به وجود میاد و بعد شکلگیری نظم تازه و بعد از اون تثبیت نظامی که تازه روی کار اومده در واقع بالانس و توازنی که نیروهای درون این سیستم دارن نقش ایفا میکنن اگر بگونه باشه که در هر کدام از این مراحل بتونن هدایت جریانات رو به دست بگیرن خب در واقع میتونن در شکل گیری سیستم آینده نقش به سزای ایفا بکنن در هر کدام از این مراحل چه نیروهای دموکراتیک و مدرن و چه نیروهای واپسگرا و ارتجایی اگه نتونن نقش خودشون رو ایفا بکنن در واقع توازن قوا به نفع طرف مقابل پیش خواهد رفت و شکلگیری سیستم آینده به نفع بر این اساس خواهد بود بنابراین امید در کشورهای همچون مصر و تونس بسیار زیاد هست با توجه به اینکه برخلاف اینکه ظاهر قضایر نشون میده مثلا در کشوری مثل مصر با توجه به اینکه اخوان المسلمین در واقع در اثر سرکوب سیستم حاکم تنها جریان متشکل و منسجم در درون جامعه بود و انتظارات به این گونه بود که در واقع امکان این بسیار زیاد هست که یک آلترناتیو در شکل اسلام سیاسی بعد از از سرکار رفتن حسنی مبارک و رژیم مبارک بر سر کار بیاد ولی شواهد این مسئله رو نشون میده که در واقع جامعه مصر یک جامعه سکولار هست و رفتار سیاسی اجتماعی مردم مصر از یک تفکر سکولار پیروی میکنه نه از یک تفکر مذهبی و اون هم در شکل ارتجایش بنابراین عوامل متعددی داخل هستند در اینکه آینده مصر و آینده تونس به احتمال زیاد یک آینده هست که به نفع دموکراسی و شکلگیری یک سیستم دموکراتیک پیش خواهد رفت ولی این امیدها در کشورهای همچون لیبی یمن سودان و کشورهای از این دست که عرض کردم در یک فرماسیون عقب افتاده اجتماعی زندگی می کنن بسیار بسیار پایین تر هست و همچنان که در لیبی مشخصا ما شاید هستیم با تضعیف دولت قذافی در واقع ما شکل انقلاب به طرف یک جنگ داخلی در این کشور سوق پیدا کرده و اگر عامل مساعد خارجی و کمک جامعه بین المللی به یاری مردم لیبی نرسند در واقع ما نباید انتظار داشته باشیم که آینده کشوری همچون لیبی یک آینده دموکراتیک خواهد بود خب آقای فرازمند شما دو یه طبقه بندی مشخص را دادین در سخنانتون که کشورهای مثل مصر و تونس به دلیل فرماسیون اجتماعی مشخصی که دارن امکان اینکه یک حکومت دموکراتیک بر سر کار بیاد بیشتره و کشورهای مثل یمن یا سودان و لیبی احتمال جنگ های داخلی یا یعنی انواع دیگری از حکومت در اونها بیشتر است تحلیلی که شاید جمهوری اسلامی خیلی روی اون مانو میده اینه که در هر صورت چه حکومت دموکراتیک بیاد چه حکومت اسلامی بیاد بهتر از این نظام هایی هست که روابط خوبی با جهان غرب دارن و به نوعی میتونه بگیم جمهوری اسلامی خاورمیانه جدید رو خاورمیانه اسلامی میدونه یعنی خاورمیانه که جای پای برای آمریکا برای اسرائیل نباشه و در مقابل نفوذ جمهوری اسلامی در کشوری به عنوان مثال مصر که نفوذ جمهوری اسلامی در اون نداشت خیلی امیدوار است که بتونه در مصر نفوذ بکنه و در کشورهای شمال آفریقا و در خاورمیانه تحلیل شما چی است آیا خاورمیانه جدید خاورمیانه اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی خواهد بود یا یعنی اینکه خاورمیانه خواهد بود که بنا به ظهور و بروز جنبش های دموکراتیک گرایش بیشتری به سمت غرب خواهد داشت نظر شما در این باره چیه ببینید من فکر می‌کنم که رهبران جمهوری اسلامی از منظر منافع کوتاه مدت خودشون دارن به این قضایا نگاه می‌کنن به نظر من در دراز مدت شکلگیری خاورمیانه جدید خلاف انتظار رهبران جمهوری اسلامی خاورمیانه اسلامی نیست چون در واقع همونطوری که جامعه جهانی هم در رویدادهای اخیر نشون داده دست روی دست نذاشتن که این تحولات به سوی شکلگیری چنین نظمی پیش بره همینطور که ما در لیبی مثلا شاید هستیم در واقع جامعه بین المللی و سازمان ملل در این حرکت تلاش میکنه که این انتقال قدرت و یا این تحولات رو به سوی تحولاتی پیش ببره که در واقع در زیر سایه کمک جامعه بین المللی به منجر به تشکیلی سیستم های دموکراتیک در این کشورها بشه در کشورهایی مثل مصر و تونس هم همونطوری که من در سخنان قبل هم عرض کردم در واقع برایند این رویدادها نشانگر آن نیست که این جوامع به سوی شکلگیری یک آلترناتیو اسلامی پیش برن همونطوری که عرض کردم رفتاری که مردم مصر و تونس یعنی رفتاری سیاسی اجتماعی که مردم مصر و تونس در طی سالهای اخیر و خصوصا در رویدادهای یکی دو ماه اخیر از خودشون نشون دادن و نوع خواستا و برنامه هایی که مطرح کردن هیچ کدام از اینها نشانگر آن نیست که مردم مصر یا تونس خواهان شکلی یک حکومت اسلامی در شکل جمهوری اسلامی در این کشورها باشند بنابراین شاید در کوتاه مدت فروپاشی نظمی که خب از بعد از شکل گیری بعد از پایان جنگ جهانی دوم در این منطقه به وجود اومده یک پریود تنفسی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده هم کاری که ما دیدیم از بعد از انقلاب جمهوری اسلامی نتونسته بود که کشتیهای خودش رو از کانال سویس عبور بده و در واقع جمهوری اسلامی با حرکت کشتی دو ناو جنگی خودش و هدایت اون به سوی بنادر سوریه میخواست این وضعیت رو به چالش بکشه و به دنیا نشون بده که این نظمی که از بعد از جنگ جهانی دوم شک گرفته و حداقل تا ساله سال اخیر به نفع جمهوری اسلامی نبوده در واقع در هم شکسته ولی اون چیزی که من برداشت از مسئله اینه که در کوتاه مدت این پریود تنفسی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد ولی در دراز مدت ما شاهد خواهد که معادلات به نفع جمهوری اسلامی پیش نخواهد رفت من در این زمینه اشاره می کنم به سخنانی که خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در تی چند روز اخیر ابراز داشتند و به سراحت گفتند که ما در تی چند ده گذشته در بسیاری موارد دموکراسی رو فدای منافع خودمون کردیم یعنی دموکراسی که در باید در این کشورها شکل می گرفت فدای منافع خودمون کردیم و امروز به این نتیجه رسیدیم که نه منافع خودمون رو به دست آوردیم و نه در واقع امنیتی رو که انتظار داشتیم از وجود این سیستم ها در این کشورها برای ما به وجود بیاد ما به دست آوردیم بنابراین در واقع آمریکا و دنیای غرب و جامعه جهانی هم معادلات رو در این جهت تلاش میکنه سوق بده که شکلگیری حکومت های دموکراتیک و مدرن در این کشورها منجر به این میشه که منافع بینالمللی و خصوصا منافع غرب و امنیت غرب رو تعمین خواهد کرد بنابراین دورنمای این تحولات در واقع نشانگر آن هست که این جوامع در واقع به نفع جمهوری اسلامی و تحولات این جوامع به نفع جمهوری اسلامی پیش نخواهد رفت خب اون چیزی که من برداشت کردم از سخنان شما اینه که امریکا و غرب به این نتیجه رسیدن که تا, ای، تا این لحظه و تا این تاریخ سیاست پیشین اونها که فدا کردن دموکراسی به نفع امنیت بوده جواب نداده و محصل اون یه چیزی مثل افرادگرایی اسلامی بوده که در کشورهای اسلامی شکل گرفته و پیکان نوک پیکان انتقادات و حملات و نه متوجه غرب است حالا به این نتیجه رسیدن که بهترینه که به جای دیکتاتورهای سنتی بیان مردم میان و رو دریابن و به مردم احترام بذارن این سیاست جدید آیا میتونه شامل مردم ایران و کشور ایران هم بشه یعنی به جای اینکه با رژیم جمهوری اسلامی به معامله به مذاکره بپردازن یک باب جدیدی باز بشه که جنبش, جنبش های دموکراسی خواهی در ایران بیشتر یا مسئله حقوق بشر در ایران بیشتر روش حساب باز بشه در واقع این امید بیشتر شده این امید بیشتر هست که در سایه این تحولات جامعه جهانی و خصوصا غرب هم به این نتیجه رسیده باشه که منافع اونها در این نیست که این وضعیت رو با جمهوری اسلامی ادامه بدن و در واقع سیاستی رو که من اصطلاحش میزنم سیاستی که بیشتر بر پایین مماشات و معامله بوده تا کنون اینو ادامه بدن ولی وضعیتی که جمهوری اسلامی در رابطه با دنیای غرب داره پیش میبره حدی فرق میکنه با کشورهای شمال آفریقا ما شاید هستیم که جمهوری اسلامی طی چند ساله اخیر از کارت پروژه اتمی خودش که در واقع چیزی نیست خارج از دستیابی به سلاح اتمی بسیار بسیار به خوبی استفاده کرده و دنیای غرب رو تا حد بسیار زیادی تحت فشار قرار داده این وضعیت فرق میکنه با کشورهایی مثل مصر و تونس در واقع در مصر و تونس حکومت حاکم به نفع غرب و در جهت دوستی با غرب عمل میکرد و فشار از درون جوامع بر دنیای غرب بود و امنیت غرب رو در اثر شکلگیری رادیکالیزم اسلامی که در درون جوامع این کشورها شکل گرفته بود تهدید میکرد ولی در مورد ایران در واقع این فشاری که امنیت اونها رو تهدید میکنه این خود جمهوری اسلامی هست نه جامعه ایران بنابراین این مسئله در مورد جمهوری اسلامی و کشور ایران و نوع رفتاری که دنیای غرب با اون خواهد داشت بسیار بسیار به این مسئله وابسته است که مثلا مثل پروژه اتمی جمهوری اسلامی و کارتی که جمهوری اسلامی در این زمینه تا به حال با اون بازی کرده در آینده نزدیک غرب میخواد با چه سیاستی با اون برخورد بکنه و آیا میخواد مسئله حقوق بشر و دموکراسی و جنبش آزادی خواهی مردم ایران رو به خاطر تهدید امنیتی اتمی جمهوری اسلامی با هم فدا بکنه و این سوالی هست که من فکر میکنم با توجه به مشکلاتی که خب جامعه جهانی و خصوصا دنیای غرب فعلا با اون رو هست زود هست که ما پیش بی بکنیم که نوع رفتار و نوع سیاست دنیای غرب چگونه است ولی خب از همکنون صداهای بسیار مثبتی در این زمینه در درون دنیای غرب شنیده میشه که ادامه چنین سیاست هایی که در گذشته بر پایه فقط یک نوع سیاست انتقادی یا بر پایه سیاست تغییر رفتار جمهوری اسلامی عمل میکرد کرد موافق نبوده و همونطوری که آقای اماما در چند روز گذشته اعلام کردن در هنگامی که تحریم های علیه ایران رو یک بار دیگر به مدت یک سال دیگر تمدید کردن اعلام کردن که جمهوری اسلامی در واقع بزرگترین تهدید امنیت ملی آمریکا به شمار میاد و این مسئله فکر میکنم در درون بقیه کشورهای غربی و کشورهای خصوصا اروپایی هم بیشتر از پیش احساس شده و امید این که این کشورها به جرگه سیاست تغییر جمهوری اسلامی بپیوندند بیش از پیش است. استدلالی که خیلی از کشورهای غربی و در صدر همه اونها امریکا داشتن در رابطه با مسائل داخلی ایران و مسئله حقوق بشر و جنبش های آزادی خواهی مردم ایران این بوده که علت عدم حمایت آشکار و مستقیم اونها از این جنبش ها و مماشات اونها شاید با جمهوری اسلامی بیشتر این بوده که به جمهوری اسلامی این اجازه رو که برچسب وابستگی به غرب رو به جنبش های داخلی بده و آسانتر بتونه اونها را سرکوب بکنه این سیاست تا چه تونسته پاسخ مثبتی داشته باشه برای غرب؟ ببینید اساسا نوع سیاستی که غرب خصوصا تیه چند سال گذشته و بعد از تغییرات 11 سپتامبر و معادلتی که در درون خواهر میانه و خصوصا جنوب غرب آسیا کشورهای همچون عراق و افغانستان لبنان و فلسطین پیش اومد و تغییر به نوع تغییر معادلات منطقه بود و این تغییر معادلات تا جمهوری اسلامی رو در داخل منطقه تقویت کرد کارتهای فشار دست جمهوری اسلامی رو تقویت کرد ما تقریبا از دور دوم از ریاست جمهوری نو محافظه کارها در آمریکا و خصوصا دولت بوش شاهد بودیم که بس تغییر کرد بس از تغییر رژیم به طرف تغییر رفتار تغییر رفتار جمهوری اسلامی تغییر کرد و بعد از اون هم ما شاهد در پیشگیری سیاست مهار بودیم خصوصا بعد از بسر کار آمدن آقای اوباما در آمریکا و نوعی تغییر سیاست اتحادی اروپا هم بیشتر ما شاهد سیاست مهار جمهوری اسلامی بودیم و بحثی از تغییر رژیم به صورت جدی نبوده و اگر حمایتی هم به صورت زمینی از جنبش آزادی خواهی مردم ایران و اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی به صورت زمینی در واقع شده ما فقط در چارچوب این سیاست مهار و نوعی فشار وارد کردن به جمهوری اسلامی و عقب نشینی اون در خصوصا سیاست های و پروژه اتمی اون این سیاست ها اعمال شده بنابراین تا وقتی که این پارادایم مهار جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه ما نباید زیاد امید داشته باشیم که دنیای غرب از جنبش آزادی خواهی مردم ایران به صورت جدی حمایت بکنه ولی نوع سیاست هایی که دنیای غرب تا کنون در مورد جمهوری اسلامی در پیش گرفته با عنوان یک عامل مساعد برای جنبش آزادی خواهی مردم ایران عمل نکرده آیا فرزمند اخیراً در برخی کشورهای منطقه بخصوص در عربستان و تا هم در بحرین شاهد بودیم که زمامداران این کشورها اعتراضاتی رو که درون کشورهای خودشون شکل میگیره و به نظر هم میاد اعتراضات مردمی هست اونو به جمهوری اسلامی نسبت میدن و اعتقاد دارن که ریشه های این و ریشه ها و عوامل تحریک این اعتراضات در تهران هست و جمهوری اسلامی در تحریک بخصوص یا در بحرین حتی اکثریت شیعه این کشور به سرنگونی نظام حاکم دست داره شما فکر میکنین جمهوری اسلامی تا حد این نفوذ نرم به قول خودشون یا نفوذ نرم افزاری رو دارن در کشورهای منطقه در میان ملت منطقه که بتونن جنبش های دموکراتیک رو به راه بندازن ببینید من همه این حرکت ها رو چه اونایی که در شمال آفریقا و چه اونایی که در منطقه خلیج فارس داره رو میده ناشی از انباشت نارضایتی درون سیستم میبینم نارضایتی که عوامل همچون عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی طی سالیان گذشته و طی چندین دهه و در واقع با گذشت چندین نسل این به وجود اومده و این نارضایتی انباشته شده و امروز تبدیل به بیزاری از سیستم های حاکم شده در این زمینه من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی توانایی این رو نداره که اینها رو به وجود بیاره در واقع این نارضایتها ها وجود داشته ولی با توجه به ترکیب جمعیتیه این سیستم ها و کشورهایی که شما اشاره کردین مثلا جامعه شیعه در عربستان سعودی حتی در کویت بحرین اینها مسائلی بوده که جمهوری اسلامی در واقع در سیاست منطقه خودش از سی سال گذشته بر روی اونها سرمایه گذاری کرده خب طی این سی سال گذشته هم تونسته عواملی رو جذب خودش بکنه ولی من فکر می کنم که این عوامل در حدی نیستند که جمهوری اسلامی بتونه این حرکت ها رو به نفع خودش در واقع هدایت بکنه همونطوری که در مورد بحرین که خب مشخص و عمده ترین جامعه شیعه منطقه خلیج فارس رو داره و در واقع اکثریت در دست شیعیان بحرین هست ولی خب این اکثریت طی سالیان سال تحت حاکمیت اقلیتی سنی به سر برده و امروز این موج نارضایتی بروز اجتماعی پیدا کرده و در واقع خواهان تغییر سیستم هستند ما در مورد بحرین شاهد بودیم که جمهوری اسلامی خب سعی میکرد این حرکت ها رو در جهت انقلاب اسلامی ایران و شکلگیری یک جمهوری اسلامی در درون بحرین نشون بده ولی مشخصا تعدادی از عوامل اصلی این حرکت ها و رهبران این حرکت ها اعلام کردند که در گرایش مذهبی خود مردم بحرین نیز اونها بیشتر به آیت الله سیستانی در عراق و حوزه علمی نجف گرایش دارند و از اونها تبعیت میکنند تا از جمهوری اسلامی ایران و خامنه ای و حوزه علمی قم و نوع برداشت مذهبی و حتی سیاسی خودشون رو مبرا از نوع برداشت سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی نشون دادن بنابراین شاید جمهوری اسلامی از این آشفت بازاری که شکل گرفته و این رویدات هایی که فعلا در حال گذار هست و ما شاهد اونها هستیم تا حدی بتونه فشار خودش رو بر منطقه و جامعه جهانی بیشتر بکنه ولی همونطوری که عرض کردم در دراز مدت من فکر می کنم که این حرکت ها نمیتونه در جهتی که جمهوری اسلامی خواهانش هست هدایت بشه آیا فرازمان یکی از عوامل و فاکتورهایی که در بخصوص در کشورهای مثل مصر و لیبی شاهدش بودیم و در تقویت جنبش های مردمی نقش داشت نقش ارتشا و نظامیان در این کشورها بود و نقشی که در این ایفا کردن در مصر که شاهد بودیم که نیروهای ارتش عملا در کنار مردم بودن و حتی علیه نیروهای لباس شخصی وابسته به مبارک هم موضع گرفتن و اجازه ندادن اونها به مردم حمله کنن در میدان تحریر قاهره در لیبی هم همینطور شاهد هستیم که بسیاری از ارتشی ها و حتی از نیروهای امنیتی به صف مردم پیوستن و دارن با بخش دیگر ارتش که, که هنوز وفادار هست به آقای قذافی یک درگیر, درگیر یک جنگ داخلی هستند فکر میکنید چقدر پتانسیل و زمینه این در نیروهای نظامی ایران وجود داره در سپاه پاسداران یا در ارتش که هنوز مواضع مشخصی در سیاست از خودش نشون نداده چقدر زمینه وجود داره که در صورت فراگیر شدن جنبش آزادی خواهی مردم ایران در میان تمام اقشار و ملیت ها اینها هم بتونن به یک نحوی به سمت ملت برگردن ببینید نوع ساختار نیروهای مسلح در این کشورها با جمهوری اسلامی تفاوت اساسی داره در واقع در کشورهای مثل مصر و تونس اون پرانسیپ هایی که نیروهای مسلح و ارتش این کشورها بر اساس اونها شکل گرفتن بر اساس پرانسیپ هایی هست که ارتش های متعارف دنیا از اون تبعیت می کنن. در واقع نقش ارتش و نیروهای مسلح در این کشورها دفاع از چارچوب کشور هست آنها نقشی در سیاست و مسائل داخلی کشور ایفاد نمی کنند. و حتی در مورد مثلا کشوری مثل مصر ارتش سابقی اصلا بسیار متفاوت داره با حتی بقیه کشورها در طول چندین دهه گذشته و بعد از انقلاب 1952 مصر ما چندین بار شاهد بودیم که در تحولات مختلف اگر ارتش دخالت هم کرده در مسائل داخل کشور به نفع مردم و منافع مردم شرکت کرده ولی این مسئله در مورد نیروهای مسلحی که خصوصا بعد از سرکار اومدن جمهوری اسلامی شکل گرفته تفاوت اساسی داره قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخصا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو نیروی مکتبی عنوان میکنه نیرویی که از ایدولوژی ولایت فقیه باید تبعیت بکنه و در واقع هدف اصل این نیروی رو حفظ نظام جمهوری اسلامی و حفظ قدرت ولایت فقیه و اون چیزی رو که اونها اصلاحا دستاورت های انقلاب اسلامی میخوان نشون بدن در واقع بر این اساس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تعریف شده البته در مورد ارتش تا به حال هم بعد از گذشت سه دهه جمهوری اسلامی نتونسته ارتش ایران رو تبدیل به یک ارتش مکتبی بکنه بنابر اگر در اول انقلاب و سالهای اولی انقلاب تلاش کرد که به نوعی ارتش رو منحل بکنه و در واقع فقط سپاه پاسداران رو جایگزین اون بکنه و این تنها نیروی مسلح جم... جمهوری اسلامی باشه ولی خب تحولاتی که بعد از اون پیش اومد و جنگ هشت ساله ایران عراق این اجازه رو به جمهوری اسلامی نداد این شرایط این اجازه رو نداد که ارتش رو منحل بکنه و سپاه پاسداران رو ب... تماما جایگزین ارتش به عنوان یک نیروی مسلح بکنه بنابراین در تل سی سال گذشته همونطوری که ارز کردم جمهوری اسلامی نتونسته ارتش رو به یک نیروی مکتبی تبدیل بکنه و خب ما شاید هستیم که کلا ارتش از سیر تحولات حتی جمهوری اسلامی هم به نوعی روز به روز داره خارج میشه و داره ایزوله میشه در معادلات ایران و این قدرت و منابع قدرت به سمت سپاه پاسداران که خب طی سی سال گذشته تبدیل به یک سیستم شده و از از یک مافیا اقتصادی بسیار وسیع پشتیبانی میشه این رو میخواد جایگزین تماما جایگزین ارتش بکنه و این انتظار در واقع از نیروی ایدولوژیک که هدف اصلی خودشو نه حفظ تمامیت ارزی ایران و دفع به صلاح دشمنان, خارج. دشمنان خارجی تعریف کنه بلکه هدف اصلی خودش رو حفظ نظام ولایت فقیه و شخص ولایت فقی و اون چیزی که اونها انقلاب اسلامی نامی برند این هدف رو اولویت خودش قرار داده خب طبیعی هست که اگر تمامی این مسائل با خطر مواجه بشه چه از سوی عامل خارجی چه از سوی حرکت آزادی خیلی مردم ایران احتمال اینکه در کوتاه مدت اینها به صفحه مردم بپیوندند بسیار کم هست ولی خب از طرفی دیگه هم یک مسئله عمده وجود داره اونی هست که اون هم این عامل بحران مشروعیت ایدولوژی خود جمهوری اسلامی است که خب در درون سیستم هم جمهوری اسلامی با این بحران مشروعیت مواجه هست و این بحران مشروعیت ایدولوژی تقریبا میشه گفت که به درون سپاه هم کشیده شده اون چیزی که تا به حال سپاه رو حفظ کرده و اون رو از پیوستن به صف مردم و حرکت آزاد خواهی مردم ایران به صلاح من کرده در واقع ملغمه ای هست از تفکر ایدولوژیک و مافیای اقتصادی و منافعی که جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی خصوصا طی چند سال گذشته بدنه سپاه پاسداران و فرماندهان عالی سپاه پاسداران را با اون درگیر کردن و این منافع خصوصا اقتصادی هرچند که خب عرض کردم بحران مشروعیت ایدولوژی بدنه سپاه هم کشیده شده سپاه را از پیوستن به صف مردم در واقع دور نگه داشته و من فکر می کنم فعلا این وضعیت تا مدتی ادامه پیدا میکنه ولی با ادامه حرکت اعتراضی و پیشرفت جنبش آزادی های مردم ایران باید مرحل مرحله به مرحله شاهد ریزش ساختار سپاه پاسداران هم بود اون چیزی که شما در لیبی هم اشاره کردید این ریزش به خاطر بحران در ایدئولوژی هست یا مسئله دیگه ناشی از یک مسئله دیگری هست ریزش درون بدنی سپاه اگر از منظر ایدولوژیک به مسئله نگاه بکنیم پاساری که امروزه در سپاه پاساران مشغول فعالیت هست از نظر ایدولوژیک در واقع فرق میکنه با پاساری که در دهه شست در درون سپاه فعالیت میکرد در واقع اون چیزی که در دهه شست بدنه سپاه رو پیش میبرد صرفا صرف فقط یک تفکر ایدولوژیک بود تفکری که حاضر بود فقط با شعار الله اکبر بره و میدان مین رو پاک بکنه و در جنگ ها شرکت بکنه و انواع سرکوب و جنایت رو حتی در داخل اینان انجام بده ولی از دهه هفتاد و خصوصا نیمه دوم دهه هفتاد ما شاید هستیم که بحران ایدولوژیک کل ساختار رو فرا گرفته و سپاه هم از این مسئله مبرر نیست پس این مسئله خودش مسئله بسیار عمده ای هست من فکر می کنم امروز بدن سپاه پاسداران قسمت اعظمش در واقع فعالیت در سپاه را به عنوان یک شغل نگاه میکنه نه به عنوان یک ایدولوژی با احساس این خطر طی سالهای اخیر رهبران جمهوری اسلامی سعی کردند که به شدت این نیرو رو هرچند اگر سطح غلظت که پایین اومده باشه با درگیر کردن در های اقتصادی و منافع قدرت سعی بکنن دوباره جذب بکنن دوباره سازمان بدن و از این طریق اونها رو درگیر بکنن با جنبش آزادی خواهی و عواملی که در واقع خطرساز هستن با برای حاکمیت جمهوری اسلامی خب فرازمند یک بحث دیگه ای که این روزها خیلی گرم هست در محافل سیاسی در ایران مسئله برکناری جناب هاشمی رفسنجانی است ریاست مجمع تشخیص مسلحت و مجلس خبرگان که این سمت دوم را از ایشون گرفتن و حاضر نشد در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کنه و آقای مهدوی کنی که معمولا یک شخصیت پشت پرده بود بیشتر در جمهوری اسلامی الان به روی صحنه اومده در اوج پیری و در حالی که میگن خیلی هم مریض هست و با ویلچر جابجا میشه آوردن کسی مثل آقای مهدوی کنی و برکناری و روز به روز فشارها علیه آقای هاشمی رفسنجانی چه روی خانواده ایشان چه روی خود ایشان و روی جناح سیاسی ایشان در جمهوری اسلامی بیشتر میشه حتی برای اولین بار شاهد بودیم تا هفته های اخیر که شعار مرگ بر هاشمی از تلویزیون جمهوری اسلامی هم پخش شد که مشخص هم بود که نیروهای حزب اللهی و نیروهای وابسته به خود رژیم هستن این شعار رو میدن و نه به قول اونها زده انقلاب یعنی وابستگان به خود رژیم و کسانی که حتی آقای خامنه از ایشون به عنوان بچه های حزب اللهی و مؤمن و معتقد نام به در مراسم ختم داماد آقای خمینی در قم به همسر آقای هاشمی رفسنجانی هم اهانت میکنن اما آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان کسی که شاید بیشترین نقش را از ابتدای انقلاب در میان شخصیت های فعلی در انقلاب و در, در نظام جمهوری اسلامی داشته و شخصیت بسیار نزدیکی به خود آقای خمینی بوده در به قدرت رساندن آقای خامنه ای به مقام رهبری خیلی نقش مهمی ایفا کرده سکوت عجیبی ایشان دارن این روزها در تمام در تمام موارد ایشان عقب نشینی و سکوت رو تشخیص برگزیده و تشخیص داده به نظر شما دلیل این عقب نشینی ها و این انفعال آقای هاشمی چیه در حال حاضر البته شما فقط اشاره کردین به موقعیت رفسنجانی در درون سیستم من فکر میکنم هم رفسنجانی و هم بقیه کسانی که در واقع منصوب هستند به جناح اصلاح طلب حکومتی از این مسئله مبرا نیستند خب فشارها در مورد هر کدوم به طور مشخص اعمال میشه ولی واکنش هایی که شما فرمودید متفاوت هست در مورد رفسنجانی باید اینو عرض بکنم که موقعیت رفسنجانی شاید به نسبت کسانی مثل موسوی و کروبی و خاتمی فرق کنه اولا سابقه و گذشته که رفسنجانی در درون سیستم داره و از طرف دیگه اون مافیای اقتصادی عظیمی که در واقع رفسنجانی در رأس اون هست و طی چند دهه گذشته از طرف خودش و خانوادهش و اطرافیانش هدایت شده این مسئله بیش از پیش باید شده که رفسنجانی رو در موضع بسیار بسیار محافظه کارانه قرار بده کل این مجموعه رفسنجانی و بقیه اصلاح طلبان حکومتی این رو اثبات کردند که برداشت و محاسبه اونها از تغییرات و تحولات داخل ایران این هست که اونها نمیتونن و به نفعشون نیست که خودشون رو با شعارهای رادیکالی که امروز در خیابان ها ما شاهد اون هستیم و شنیده میشه و در واقع خواهان براندازی جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی هستند نمیتونن خودشون رو با این شعارها وقف بنند و در واقع رفتن سیستم و ریزش سیستم و سرنگونی جمهوری اسلامی رو پایان عمر سیاسی خودشون قلمداد میکنند. از طرف دیگه با سرکوب شدید جناه مخالف خودشون یعنی جناه خامنه ای و طیف اصولگرایان روبرو هستن و در این بین ما شاید هستیم که اونها نمیتونن همچون گذشته بازی بکنند. از طرف تفاوت برنامه ها و منافع اونها و نگاه کردن از منظر منافع شخصی خودشون به جریانت اعتراضی ایران و تلاش کردن در این زمینه که سعی بکنند که از نارضایتی عمومی در ایران به نفع منافع شخصی خودشون و برنامه های شخصی خودشون استفاده بکنند این باعث شده که فاصله بسیار زیادی با بطن جامعه و خاص جامعه پیدا بکنن و در واقع از این منظر ایزوله شدن و از طرف دیگه سرکوب جناه مخالف روز به روز بر روی اونها شدیدتر میشه بنابراین من چاره ای رو برای این جریان نمی بینم غیر از اینکه به نوعی تسلیم بشن در مقابل جناه مخالف خودشون و نوع این تسلیم شدن ها هم در واقع فرق میکنه برای کسی مثل رفسنجانی که خب همطوری که از کردم تا به حال هم اگر دستش از تعدادی از مناسب حکومتی کوتاه بشه ولی منافع اقتصادی بسیار وسیع و اون مافیه اقتصادی بسیار وسیعی رو که من عرض کردم ایجاب میکنه که به نوعی برای حفظ این حد های خودش هم سیاست بسیار محافظه کاره این رو در پیش بگیره و فعلا تلاش بکنه که این موجودیت ها رو حفظ بکنه تا شاید در آینده تغییر شرایط باعث بشه که توازن قوا دوباره به نفع این جریانات شکل بگیره من فکر میکنم که محافظه کاری که و جنیبانو سکوتی که ته رویدادهای اخیر و خصوصا توی دو ساله اخیر از خودش نشون داده قابل پیش بینی بود در واقع قابل پیش بینی بود که رفسنجانی نمیتونه خارج از این سیاست عمل بکنه ولی خب در مورد کسانی مثل موسوی و کروبی با توجه به اینکه اونها تا حد کمتری درگیر منافع اقتصادی با سیستم هستن نوع رفتار و واکنشی که اونها با سرکوب جناه مخالفشون نشون دادن فرق کرده ولی در کل من دوباره رو این نکته میخوام تاکید بکنم که در واقع درگیری اینها درگیری منافع و جریانت باندی و شخصی اون هست مطلب دیگه که این روزها قابل بحث است اینه که اصلاح طلبان حکومتی حالا چه آقای موسوی و کروبی و جنبش سبز و چه کسانی که در خارج از کشور اسم خودشون اتاق فکر جنبش سبز گذاشتن ای کاملا یا حرکتی کاملا برعکس حرکت اعتراضات خیابانی و اعتراضات مردمی دارن یعنی هر رادیکالتر میشه شعارهای مردم و به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی مردم بیشتر فریاد میزنن اینها میان به مسیری مخالف حرکت میکنن منشور جنبش سبز را اخیرا داشتیم که حزب دموکرات کردستان ایران و شخص آقای دبیر کل حزب مقاله انتقادی در این باره نوشته بودن و مواضع حزب رو در این باره بیان کرده بودن انتقاداتی که به این منشور داشتن بیاناتی که آقای عطا مهاجرانی داشتن اخیرا در مورد اینکه آقای خامنه ای و خانواده و بستگان ایشون از ابتدای انقلاب تا کنون نه تنها یک نقطه سیاه بلکه حتی نقطه خاکستری هم در پیشینشون وجود نداره از لحاظ فساد و اینکه آقای مهاجرانی پیشنهاد کردن که طرح و ایده سرنگونی جمهوری اسلامی به کلی کنار گذاشته بشه و از اصلاحات گام به گام و دموکراتیزاسیون در طولانی مدت بیشتر بحث بشه و اینکه یک بحث دیگه هم از اصلاح طلبان در درون مجلس میان از جنبش مردم از خیزش مردم اعلام براعت میکنن آقای خامنه ای میاد در مقابل پیشنهاد میده که از این به بعد جریانات مخالف و صداهای مخالف شنیده بشه در درون رژیم و شاید منظور ایشون بیشتر همین اصلاح طلبان هستن به شرط اینکه حرفای نهنجار نزنن منظور ایشون از حرفای ناهنجار طبیعتا میتونه هم صدایی با خواستای مردم باشه این چقدر فکر میکنید حرفای آقای خامنه ای جوابی هست به این مواضعی که اصلاح طلبان داشتن در تیه چند گذشته که جمهوری اسلامی بر کار بوده ما شاید بودیم که جمهوری اسلامی در بسیاری موارد از با پتانسیل اعتراضی مردم ایران به گونه ای بازی کرده که سعی بکنه این پتانسیل رو در درون خودش به مسئله انحرافی سوق بده تا اینکه این, این پتانسیل با کل سیستم تعارض پیدا بکنه و خواهان براندازی جمهوری اسلامی بشه من فکر می کنم که حتی اون سالهایی هم که شاهد بر سر کار بودن تف اصلاح طلبان حکومتی در پستای همچون ریاست جمهوری و اکثریت مجلس ششم که به دست اونها بود تا حد بسیار زیادی پروژه ای نبود که خارج از دست جمهوری اسلامی و خارج از این نوع سیاست جمهوری اسلامی باشه که این پتانسیل اعتراضی رو در واقع به سمت اصلاح طلبی درون حکومتی سوق بده و این پتانسیل از اینکه به به مسیر حرکت بکنه که کل جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره, ببره و خواهان براندازی سیستم باشه سوق پیدا بکنه ولی خب از طریف هم شاید این هستیم که در سخنان قبل هم اشاره کردم که همچون همه سیستم ها تضاد منافع و مبارزه برای قدرت در درون جمهوری اسلامی هم وجود داره و این شکل مبارزه قدرت هم در امروز خیلی به وضوح در بین جناهای رژیم برجسته شده ولی بالانس یا توازنی که در درون سیستم امروز به وجود اومده جریانی مثل اصول و طیف وابسته به شخص خامنه ای رو در موضع بسیار قدرتمندتری از بقیه جریانات قرار داده از طرفی هم همونطوری که اشاره کردید این نقطه به وضوح قابل پیش بینی هست و قابل پیش بینی بود که ماهیت اصلاح طلبانه درون حکومتی و نوع برنامه و نوع نگاهی که اونها به سیستم جمهوری اسلامی و خواست مردم ایران دارن بسیار بسیار متفاوت هست با خواست واقعی جنبش آزادی خانه مردم ایران و در دراز مدت ما این مسئله رو پیش بینی می کردیم که مسیر اصلاح طلبان حکومتی از مسیر خاص واقعی مردم ایران جدا خواهد شد بنابراین و امروز به وضوح شاهد این مسئله هستیم که این مسیر کاملا از هم دیگه جدا شده و بنابراین این اینها در چه موضعی قرار گرفتن؟ در موضع این قرار گرفتن که از این پتانسیل اعتراضی به شیوه بسیار بسیار ریاکارانه در واقع بنابراین میخوان به نفع مماشات و معامله با جناح مخالف خودشون استفاده بکنن البته من فکر میکنم فکر میکنم با توجه به موقعیتی که این اصلاح درمان حکومتی در اون قرار دارن یعنی فاصله گیری از بدنه جنبش آزادی خواهی مردم ایران و از طرف هم سرکوب جناح مخالف خودشون و وضعیت فعلی که اونها در اون قرار دارن راهی جز تسلیم برای اونها باقی نمونده راهی جز تسلیم در مقابل خاص جناه مخالف خودشون ولی از طرف جناه مخالف خودشون و خامنه ای هم میدونند که این پتانسیل اعتراضی که در بطن جامعه ایران شکل گرفته باید براش یک سوپاپ اطمینان دیگه ساخته بشه و نمیخوان فعلا حتی این جریانی رو که ارز کردن به عنوان اصلاح طلب درون حکومتی بسیار بسیار هم ضعیف شده به کلی از بین ببرند بلکه این جریان رو میخوان در حد بسیار تضعیف شده نگه دارن و سعی بکنن حداقل قسمتی از این پتانسیل اعتراضی که خب به شیوه جدی امروز سیستم رو مورد حمله قرار داده و مورد تعارض قرار داده به در نفع در درون این به نفع این جریان یا به سوی این جریان هدایت بکنن ولی به صورت بسیار کنترل شده ولی از طرفی در خود جناه اصولگرا هم اگه نگاه بکنیم سعی میکنن به نوعی خودشون رو آرایش بدن که اونها هم قسمتی از این پتانسیل اعتراضی رو جذب بکنند همونطور که در طی چند ماه گذشته خصوصا شاهد بودیم دیدیم که به نوعی در درون خود جناه اصولگرا هم بازی های شروع شده و حمله هایی که مثلا از سوی لاریجانی به احمدی نژاد میشه و بازی هایی که گاهن میبینیم که مثلا در درون مجلس رژیم علیه مثلا طیف احمدی نژاد میخوان نشون بدن همه این هم تصور من این هست که نوع آرایش جدید رو میخوان در درون خود اصولگرای هم ایجاد بکنند که تا حدی این پتانسیل اعتراضی رو به سوی این جریانات هدایت بکنند و مردم رو از خواست تغییر رژیم دور بکنند ولی اون چیزی که برداشت من هست این هست که در واقع همونطوری هم که خودتون اشاره فرمودید و در نقدی که جناب آقای هجری در بیرکل حزب دموکرات کردستان ایران بر ویراس دوم جنبش سبز نوشتن به وضوح به این مسئله جوهری اشاره کردن که امروز مردم ایران سیاه روزی ها و بدبختی ها و آسیبهای، انواع آسیب های سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی خودشون رو ناشی از عملکرد افراد درون سیستم نمی بینن. بلکه این رو ناشی از حاکمیت سیستم تحت عنوان جمهوری اسلامی و حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی می بینند. بنابراین خواست واقعی مردم ایران نه تغییر افراد و مهره های درون رژیم بلکه امروز به وضوح خاصه کل سیستم هست بنابراین من فکر می کنم در مراحل بعدی این نوع بازی ها برای جمهوری اسلامی در واقع تموم شده و تا تاریخ مصرفش گذشته خب جناب آقای فرزان متاسفانه وقت برنامه ما دیگه به پایان رسیده و بیشتر از این نمیتونیم در خدمت شما باشیم بسیار سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه من هم از شما تشکر میکنم همچنین با بینندگان خب عزیز میتونم خدآفزیمیکن خب بینندگان عزیز گفتگویی بود با شاهو فرازمند از کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران در این لحظه هم به پایان برنامه رسیدیم تا دیدار دیگر و هفته دیگر از برنامه روزانه خدا نگهدار